در روز دوم مسابقه تل اویو گراند سلام 2022 که در شهر تل اویو اسرائیل جریان دارد، تاجیکستان را سامان محمدبکوف در وزن تا 72 کیلو و شادمان ریزایف در وزن تا 81 کیلو نمایندگی کردند. سامان محمدبکوف پهلوانی شناخته تاجیک در دور اول آزاد بود و در دور دوم با ورزشگر از برزیلیا جفرسون سانتوس یونیور بروی تاتامی برآمد. نروسنجی ورزشگران تا گلدن سکوری دوما کرد. دوبار با ورزشگری برزیلی آگاهی سیوم رو نشان داد و سامان محمدبکوف و دوری دیگر گذشت. در مرحله چوریک نیهوی سامان با صاحبی میدان ورزشگری اسرائیلی تا هر بلبو دست بگیره بان شد. این رقابت نیست تا وقتای تیلوی طول کشید. در ثانیه 54 گلدن سکور بلبو امتیاز وزاری کار کرد و پیروز شد. سامان محمدبکوف نوبسته از این شکست امکان داشت تا برای مدال های مسابقه تلاش کند، اما در دور تسلوبخش از ورزشگری آلمانی ایگور وانده که شکست خورد. با همین ترتیب سامان محمدبکوف تل اویو گراند سلام 2022 را بدون مدال جانباز کرد. در وزن 73 کیلو هدایت حیدرف از آذربایجان قهرمان مسابقه شد. عابدخان نومانوف از ازبکستان مدال نقره و ژانسای اسماگولوف قزاق با توهر بولبود از اسرائیل صاحب مدال های برنجی شدند. در وزن 81 کیلو کشور ما را پهلوان جوان امیدبخش شادمان ریزایف نمایندگی کرد. شادمان ریزایف در دور یکم با جودوکار میزبان چمپیون جهان سال 2019 سگی موکی دست به گریبان شد. پس از گذشت 1.5 دقیقه میدانداری پهلوانان شادمان توانست با استفاده اوچیماتا کسب امتیاز وزاری نماید. تقریبا 30 ثانیه پس سگی موکی بر ضد ریزایف اصولی را انجام داد که با قرار بحثناک داوران ایپان به او گذاری شد. همین طور شادمان ریزایف بدون مدال مسابقه را جانباز کرد. در وزن 81 کیلو مدال طلا نصیب ماتیاس کاس از بلژیک گردید. نشان نقره را وداد البایراک از ترکیه گرفت. سامی چوچی از بلژیک و گویتر دراپو فرانسوا از کانادا صاحب مدال های برنجی شدند. در روز سیوم تل اویو گراند سلام 2022 که روز آخر مسابقه به حساب می رود، دو تن از پهلوانان شناخته مهان جهانگیر مجیدوف و تیمور رحیموف به میدان برآمدند. جهانگیر مجیدوف در دور یکم با ورزشگری ازبکستان شیرمحمد چندریف روی تاتامی برآمد. اگرچه در جریان نروسنجی مذکور ورزشگری تاجیک فاولی نشان می داد و زود زود به حمله می گذشت، اما چندریف پس از یک پرتوفت امتیاز پوان گرفت و در این رقابت دست بالا شد. جهانگیر مجیدوف باشد از ادامه نروسنجی ها به نصیب ماند. تیمور رحیموف پهلوان سنگین وزن تاجیک در مسابقه مذکور رقابت را از دور دوم بر ضد کمپانی سرافیم اسرائیلی شروع کرد. رقابت تیمور با ورزشگر اسرائیلی تقریبا 2 دقیقه و 30 ثانیه ادامه یافت. ورزشگر تاجیک با اجرای یک اوچیماتا زیبا امتیاز پوان به دست آورد و پیروز شد. در رقابت مرحله چوریک نهایی ورزشگر نموشنای کشور بوخگ استفان از آستریا با تاتامی برآمد. این نروسنجی را نیز پهلوان تاجیک با موفقیت پشت سر کرد. سراول تیمور پس از یک پرتوف امتیاز وزاری کار کرد و در ثانیه های آخر نروسنجی رقیب را با تخته پشت زد و روی خود را به رقابت دور نیم نهایی هموار ساخت. برای رو یافتن با مرحله نهایی مسابقه تل اویو گراند سلام 2022 تیمور رحیموف با یکی از ستاره های جودو جهانی ورزشگر گرجی گورام توتیشویلی به رقابت پرداخت. نروسنجی مذکور میان این دو پهلوان تا وقتهای اضافه طول کشید. در ثانیه چهلم وقتهای اضافه جودوورز تاجیک یک پرتوفت زیبا اجرا کرد، اما داور با امتیاز نداد که این عمل او بسناک بود. بگذارای چند توتیشویلی با یک پرتوفت امتیاز وزاری گیری و غالب این دیدار گردید. اکنون تیمور رحیموف برای به دست آوردن مدال برنجی تل اویو گراند سلام 2022 با ورزشگر کوبگی گراند اندی نرو میسنجد. رقابت های مرحله نهایی روز آخر تل اویو گراند سلام 2022 را امشب ساعت 20 طریق تلویزیون ورزش پیگیری نمایید.